میدونم به چی فکر میکنی، تو مرد خیلی خوش شانسی هستی مت مرداک. بینایت برگشته و این اولین چهره ایه که میتونی دوباره ببینی. هی به من بگو ببینم، نوشیدنی خوباتو کجا قایم میکنی؟ احتمالا باید یک چیزی بهتر از این افتضایی که اینجا داری هم توی خونت قایم کرده باشی، مگه نه؟ تو چی کار کردی؟ من؟ هیچ کار، یک بخش کوچیک توی یک سیریمه سرایی کردم که سیگنالی که به چشم میفرسته و باعث میشه زخم روی شبکیه تا حدودی کاهش پیدا کنه، اما خوشحال نباشا، زیاد طول نمیکشه تا دوباره این قبل بشه. البته برای تو رایگانه ها، اگه قبول کنی یک سری از کارا رو برای من انجام بدی که بعد مثل بقیه مردم معتادش بشم. مت مرداک، تو بعد از مدت‌های طولانیه که میتونی دوباره ببینی، پس اعصاب خودتو خورد نکن مرد و سعی کن از این لحظه کوتاه لذت ببری. بیا با من یک نوشیدنی بخور. چی به تو این حقو میده که تونی نقش خدا رو بازی کنی؟ حتما داری شوخی میکنی دیگه، خدا بودن نباید زیاد کار سختی باشه. مثلا تو رو نگاه کن، فکر نمیکنم که زیاد کار سختی انجام بده ها. پس به نظرت این مثل یک شوخیه نه؟ ببین، من با هوشترین و تواناترین فرد روی این سیاره هستم. من هیچ وقت نقش خدا رو بازی نکردم. تمام این مدت داشتم نقش انسان رو بازی میکردم. من این کار رو برای تو انجام دادم، کلی انرژی هدر دادم و تو اومدی اینجا و واستادی و به من چی میگی؟ من همون تونی استار که باهوش قبلم و هیچ تغییری نکردم، اما تو یک آدم ناسپاسی مت مرداک. ناگهان همه چیز تغییر کرد. به نیویورک میریم پپر، با اون کسی که لباس مرد آهنی رو داره صحبت میکنه. اون بهش میگه پیشرفت خوبی توی چند هفته گذشته داشتیم. اونا دارن همه اطلاعات نرم افزار اکستریمس رو بررسی میکنن، همه هشتگ‌های مربوطه که توی اون مردم در حال همدردی با همن، چون هیچ کس توان خرید اشتراک رو نداره. اونا میگن باید تونی رو به نیویورک بکشونیم. پپر میگه میخوای نقشمون رو اجرا کنی؟ اون هم میگه نه، هنوز وقتش نیست، جهان خیلی تغییر کرده، اما باید آروم پیش بریم، مردم آمادگی این قضیه رو ندارن. تونی استارک میگه باید تماسم رو جواب بدم و بعد پشت خط جنیه. اون به جنی میگه خوشحالم که زنگ زدی، به کمکت نیاز دارم، اگه میتونی با مت مرداک صحبت کنی. اون عقلش رو از دست داده، شاید با زبون مخفی وکیلها بهتر بفهمه. شی‌هالک به اون میگه تونی خیلی مهمه، نفرت نوجوان فرار کرده و ما فکر میکنیم اون داره میاد سراغ شماها. باید برم. نه صبر کن تونی، تو نمیتونی بری. کار من اینجا تموم شد، من مجبور نیستم خودم اینجا برای تو توجیه کنم. تو خیلی پایین تر از منی. اگه یک وقت عاقل بودی و خواستی بینایی خودت رو حفظ کنی، با من تماس بگیر تا هماهنگی لازم رو برای این حس دائمی ایجاد کنیم. اما اگه نخواستیش، لازم نیست هیچ غلطی بکنی، دنیات به صورت خود به خود به تاریکی قبلیش برمیگرده. صبر کن. آه خدای من. سلام، میتونیم هم رو ببینیم؟ جزیره جدید استارک، آلکاتراز. نفرت و نوجوان تمام ساختمون رو به هم ریخته و دنبال استارک. هلیکوپتر به سمت اون شلیک میکنه، اما اون موتورهای استارک رو بر میداره و به سمت اونا پرتاب میکنه. موتورها به بال هلیکوپتر میخورن و اونو منفجر میکنن. اونا دارن سقوط میکنن که استارک سر میرسه و نجاتشون میده. در حالی که اونا دارن ازش تشکر میکنن، تونی استارک از اونا میپرسه که شنا بلدن. خلبان میگه آره بلدیم، اما چرا؟ بعد تونی اونا رو توی آب میندازه. تونی به سمت نفرت نوجوان میره و با اون حمله میکنه. اون موتور رو به سمتش پرت میکنه، اما تونی جا خالی میده و اونو به دیوار میکوبه. تونی بهش میگه همونجا بمون وگرنه بهت صدمه میزنم. نفرت نوجوان میگه نه، تو این کارو نمیکنی، چون من فقط یک دختر نوجوانم. تونی میگه لطفا اینو با صدای بلند نگو، چون مردم این اطرافن و این برای ما شرم‌آوره. نفرت نوجوان به اون میگه تو قرار بود یک ابرقهرمان باشی، اما دیگه اون آدم سابق نیستی. تونی از اون میپرسه چند سالشه، اون جواب میده که 13 سالشه. تونی از اون میپرسه که چی میخواد، اون کل خونه اونو به هم ریخته و موتورسیکلت‌های قرون قیمتش رو از بین برده، پس حتما یک چیزی لازم داره. نفرت نوجوان میگه من نرم افزار اکستریمیس رو فعال کردم، اما برای من جواب نداد. من ازت کمک میخوام. تونی هم میگه به شیلد خبر میدم که بهت کمک کنن. مت مرداک به خونه دوستش میرسه، اون در میزنه. وقتی دوستش در رو باز میکنه میپرسه که چه اتفاقی برای چهرت افتاده. مت به اون میگه هیچ اتفاقی برام نیفتاده، من فقط میخواستم که تو رو ببینم. دوستش تعجب میکنه و میگه مت حالت خوبه؟ مت مرداک در حالی که بیناییش رو کم کم از دست میده و همه چیز براش سیاه میشه میگه آره خوبم. این داستان ادامه دارد.